مد نظر ما نیست. اگر هم کسانی هستن که با نام احزاب به مشروطه دارن فعالیت میکنن، اولا پیشنهاد میکنم که مشروطه رو عوض کنن، یک واژه پارسی بگذارن، پادشاهی گزینشی و غیره، و ثانیا بیان این رو بگن، توضیح بدن که اون مواد ولایت فقیه که در قانون اساسی مشروطه است رو قبول ندارن. انگلستان اومد وقتی که میخواست سلطه خودش رو در ایران قوی تر بکنه، اومد و گفت واژه روحانی و روحانیت رو آفرید که اینها خودشون در کلیسای مسیحی ازش استفاده میکنن، کاتولیکا استفاده میکنن، پروتستان ها میگن پاستور، اما کاتولیک ها میگن روحانی و پدر روحانی. شنیدید که میگن پدر روحانی. این پدر روحانی را آوردن با نام روحانیت تشکیلات و سازمان وارد ایران کردن از انقلاب مشروطیت، و توسط روزنامه‌ای که در اختیارشون بود این رو گسترش دادن، تبلیغ کردن. بعد 4-5 تا آخوندهای قوی اون موقع بودن که توی همین مشروطه همراهی میکردن با مجاهدین، این 4-5 تا اینا اومدن برای اولین بار همون روزنامه‌های انگلیسی پارسی زبان داخل کشور آیت الله نامیدن. حواستون چی شد؟ آیت الله بهبهانی، آیت الله فلان. این آیت الله رو عمدن به کار بردن در برابر ظل الله، چون به شاه میگفتن سایه خدا. اینا گفتن چی بیاریم از سایه خدا بالاتر باشه؟ آیت الله، نشانه الله. و اینجا من به شما بگم که آیت الله فقط یک بار در تاریخ اسلام استفاده شده بود تا پیش از مشروطیه، بخواد برای اونم برای یک آدم علامه‌ای مثل علامه هلی نامی، یک آخوندی بوده، یک حالا عالم دینی بوده، اسمش بوده علامه هلی. این یا روی میاد در بایدی که زندگی نامش رو نیسه میگه آیت الله فی العالمین علامه هلی، فقط همین یه بار. تا قبل از مشروطیت نه روحانیتی وجود داشته تشکیلات نام ببرن و نه آیت الله بازی، از اونجا میسازن. حتی زمان قاجار به آخوند میگفتن حاجی، همونی که الان توی ایران به هر کی میگن، که در اصطلاح عامه همکنون حاجی یعنی مفعول، یعنی کسی که باش همخوابگی کردن، حاجی رفته مکه، تو مکه هم میدونی که ترتیب ایران میدادن دیگه، اونو خودتون خبر دارید، حاجی میگفتن. در زمان صفویه که اقتدار بزرگی داشتن آخونده، بینا گفتن ملا، ملا محمد باقر مجلسی، نه آیت الله بود، نه حجت اسلام بود، نه سقط اسلام بود. سقط بشن انشالله همش با مهر یزدان پاک، انشالله رو میتونید بگید با مهر یزدان پاک. خب پس از مشروطه هم این دکان باز میشه، این تشکیلات باز میشه برای تأمین بودجه سازمان حوزه‌های علمیه و روحانیت. انگلستان میاد یه کلک میزنه میگه وجوهات، یه خانم فاحشه به نام بیگم در کشمیر هند هست که فاحشه خونه داره و رقاص خونه کاباره و اینجور چیزا و فاحشه در اختیار میذاشته. این خانم وقتی میمیره میگن این وصیت کرده که داراییاش وقف تشیع بشه و حوزه علمیه، میان حوزه علمیه میزدن. این وجوهات هم یه کلک استعماریه، استعمار که خودش نمیتونست علنا بیاد پول بده، میگفت اینا وجوهات مردم دادن، تجار دادن، مثل که همین انقلاب سیاه که شد زمان محمد رضا شاه، یک افرادی رو که اسامیشون هم معتبر شما میشناسیم میگفتن آقا یارو 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون در سال وجوهات میده، کمک میکنه. آخه شما در نظر بگیرید کدوم ابلهی وکیل باشه، سرمایه‌دار باشه، تاجر جهانی باشه، بعد بیاد تاجره که چقدر خسیسن، هر کسی خسیسه، سخاوتمندی وجود نداره، سخاوتمندی به اون حدی که میلیون میلیون بدن وجود نداره، 10 دلار 20 دلار میدن، ولی همه این میلیونایی که میگفتن میدادن حتی زمان شاه، اینها از صندوق‌های استعماری خود انگلیس تأمین میکرد، و چون تنها جریانی که بعد از یافته شدن نفت برایشون مهم بود و پول میدادن که قدرتشون بره بالاتر، کشورهای عربی بود، این کشورهای عربی حتی حوزه‌های علمیه، همه حوزه‌های علمیه اینا پول میدادن، ولی گفتن وجوهات،
بارها گفتم بهتون رجوعات مرد وسنل ندادن با 100 تومن 200 تومن 500 تومن یارو آخونده از مکارم شیرازی الانش بگید تا خویی و میلانی مال قرن سابق اینها نمیتونستن بیان در ماه میلیون ها تومن اون سابق الان میلیارد ها تومن حقوق فقط به طلبه ها بدن حقوق فقط به شاگرداشون بدن نمیتونن تو بیزنس اگه شما باشید میدونید من خودم بودم شما بودی همه بودی تو بیزنس که هستی نمیتونید 10 دلار اضافه خرج بکنید اینا پولای خارجی بود یک بعدم یادتون نره عربستان سعودی جدا از نفت خیلی ثروتمنده خیلی ثروتمنده میلیاردها دلار در سال از پول حج در میاره از این پول حج اینا 10-15-20% رو هم میشه تو کشورهای خود اسلامی خرج میکنن آدم خری میکنن به خاطر همینه که شما ببینید الان حزب الله درجه یک شما داشتی از اینا همه اینا الان شدن مأمور اونا چرا چون گفتن آقا تو میتونی مکه حاجی بیاری حاجی که میبری دکونه زمان محمد رضا شاه حسینیه ارشاد با این پول ساختن زمان محمد رضا شاه حسینیه مهدیه کافی رو با این پول ساختن بعد ما عکسش رو در کتاب علی شریعتی فریب بزرگ منتشر کردم چه مطهری و چه شیخ احمد کافی و چه محمد همایون رئیس و بنیانگذار و سازنده حسین ارشاد که تاجر بود با انگلیس کار میکرد اینها همشون در عربستان سعودی که میرفتن به عنوان حج و حاجی میبردن و پول میساختن و بهشون پولم میدادن و با چمدان پول بر میگشتن اینها همشون با مامورای اطلاعاتی اون موقع عربستان سعودی هم در تماس بودن عکسشون من منتشر کردم برید ببینید در کتاب فریب بزرگ علی شریعتی افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن نوشتم خب پس این شیخ و ملا هم دکونشون دکون استعماریه هیچ محمد و اسلام و حسن و حسین و فاطمی هم که کسی به این میخواد مادرت باشه به یه ربطی نداره چون بهتون بگم ما مخالف دینداری شما نیستیم مخالف این هستیم که دین بیاد تو جامعه قتل عام بکنه دین بیاد تو جامعه بچه های ما رو بکشه دین بیاد تو جامعه میگن حسین لب تشنه اش آخ 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 14 قرن ما رو میگیرن بعد این خدا نور عزیز ما رو بذارن اونجا پیش از اعدام دستش رو جور ببندن و آب رو بذارن جلوش که حسرت اینا وحشیان یعنی اصلا از وحشی های قدیم مغول هیتلر این وحشی ها که در طول تاریخ نمونه بودن به سینه عمل نکردن به زنان اینجور حمله کنن تجاوز کنن قتل عام کنن کشتار کنن و بعد اینطور آزار و اذیت بکنن مردم رو اینها نمونه در تاریخ هستن در بیشرفی و بیشرمی به خاطر همین مهربان یاران باید یادمون باشه که اینها اولا در این شرایط میان از هر کسی و چیزی استفاده میکنن این هنرپیشه که میان زر میزنن و گریه و ناز و عزای اینا تا وقتی که روسریشون رو نسوزونن تا وقتی که نگن 1401 سال بیزاریم از دین شما حرف بچه هایی باز باید میان بگن تاریخ 1401 یعنی تاریخ روزی که سپاه اسلام به ایران حمله کرده اسلام شکل گرفته و ایرانی رو نابود کردن تا الان دارن از یه استفاده میکنن تا نیان امامه رو و کلیت روحانیت رو مثل رضا شاه نابود نکنن این مفخورها تو جامعه ما جایگاهی ندارن جامعه ما نیازی به این مفخورها نداره که میلیاردها دلار در ماه خرجشون بشه و این قیافه های الدنگ قرون وسطایی جاهلیت عرب لباس بپوشن جاهلیت عرب حرف بزنن بدتر از اونها عمل بکنن دختران رعنای آریایی ایرانی ما جوانان رند و سلحشور ما که امروز قهرمانانه میرن عمامه با چه شجاعتی از سر آخوند برمیدارن اینها این حرامزاده ها اصلا قبول ندارن بعدم دو نکته من قبلا گفتم دیگر بار به شما میگم عزیزان من خیلی به این مسئله توجه کنید خیلی توجه کنید ببینید ما تا حالا بسیار میتونستیم اوانتاژ بگیریم از این نظام پلید فاشیستی ولی چون مردم اکثریت خاموش زود رفتن تو خانه هاشون و زود خوابیدن و چه و چه و اینا نتونستیم
مثلا من یه نکته به شما بگم، چون خودم در جریانم. من در حدود 20 خورده سال پیش یک آخوندی بود به نام آیت الله احمد مصباح، ایشون در عراق پناهنده بود با شیخ علی تهرانی، با من در تماس بود. من از اونجا آوردمش پاریس، اومد پاریس و صدام حسین بهش پاسپورت جعلی داد، اومد اینجا، از اینجا رفت آلمانو. ولی قبلی که میخواست بیاد اینجا، من به هر کسی یه ماموریتی بچه‌ها میدونن میدم قبلی که بخوام بیان خارج. به ایشون گفتم آقا تو که الان اونجا امکانات داری، برو هند در رابطه با پرچم جمهوری اسلامی ایران و خانواده خمینی تحقیق کن. این مال سیک های هندوستانه و چون خمینی از سیک های هندوستان بود و پدرش پول می آورد، پول انگلیس می بود به حوزه ها می داد، سر راش وایساد، امامش هم چون سیاه بود گفتن این سید تبرک دختر ده خمین رو گرفت و پولار هم بالا کشید اونجا ماندگار شد و دکان دستگاه آخوندی واکرد برای انگلیس، رضاشاه اومد این رو اعدام کرد. خانوادتا ضد رضاشاه شدن که تا حالا نه، مثلا خاندان سید ها و خمینی ها و موسوی ها و خامنه ای ها و اینا مخالف رضاشاه هستن، به خاطر همیست که حسن مدرس ها رو کشته و غیر و غیر. ایشون رفت اونجا تحقیق کرد، وقتی تحقیق کرد اسناد آورد، عکس گرفت آورد، بعد تو خونه من هم موقع باش مصاحبه کردیم، مصاحبه رو همه شما دیدید. گفت که این مال سیکای هندوستان، این دو تا خنجر اینجوریه، یه خنجر هم اینجوریه، یه خنجر هم وسطش، اینا خنجره، خنجره سیکای هنده. علکی گفته لا اله الا الله. تازه رو کشف کردید؟ من والا در حدود همون 7-8 سال قبل که رفته بودم برای هندوستان، حتی در شهر زادگاه اجدادی خمینی که شهر کنتور منطقه اتراپرادشه یوپی، در اونجا تا از نزدیک تحقیق کردم، یکی از اجداد خمینی به نام ججار بوده و این کلمه ججار اسم اسلامی نیست و این سابقه است برای اینکه این خاندان از اول مسلمان نبودند، اما بعدها به وسیله ایادی مرموزی که پدر خمینی یا جد خمینی نمیدونم در کنسولگری عراق در ایران، کنسولگری انگلیس، اونجا کارگر بود، خادم بود، خدمتگزار بود، بعد اینها موندن اونجا و همونطوری که البته خاطر شما مستحضره، سیک های هندی یک پارچه های به سرشون میپیچند، بعضن سفید، بعضن سیاه، بعضن زرد، سرخ. غالباً باید این جد خمینی اول با همون پارچه سیاهی که سیک ها میبندن آمده باشه اونجا، که در ایران خیال این که اینا ساداتن آقا گفتن به این در خاندان مونده، و حتی خمینی در قم امضاهایی از خود به جا گذاشته، اوائل امضا میکرد روح الله مستفقی. اون سال که ما این رو مطرح کردیم گذاشتیم پشتش خیلی و غیره، روزنامه اطلاعات جمهوری اسلامی که در لندن اون موقع چاپ میشد، نمیدونم الان میشه یا نه، لندن اومد توضیحاتی داد، باز ما دوباره توضیحات چه بردیم زیر عرمتها، گفتیم این چرت دروغه، ولی سیگاه هندوستانه. رژیم وقتی خاتمی الدنگ همیشه خندان پلید دیگر رئیس جمهور شد، اینا اومدن در اون موقع آقای مهاجرانی میتونه شهادت بده، الان زنده است، هوادار جمهوری اسلامی در لندنه. مهاجرانی که وزیر ارشاد بود، اینا اومدن پروژه تهیه کردن که این پرچم از وسطش رو چنگکه رو بردارن، و حتی وقتی بازی های جام جهانی بود 1998 ما در لیون و شهرهای دیگه فرانسه بودیم و حضور فعال داشتیم، پرچم ها رو ما پخش میکردیم، حتی رفتیم تو دفاتر خود جمهوری اسلامی که زده بود برای جام جهانی، اینا رو چسبوندیم، حالا اونم فیلمش هست. در اون شرایط جمهوری اسلامی آماده شده بود، اونجا هم سرکوب شد، اونجا هم یادتون باشه افرادی کشته شدن، اونجا هم خاتمی اومد گفت اینا اراذل اوباش هستن، اینا که میان تو کوچه تظاهرات، اینا یعنی تظاهرات کار امروز نیست، کار هر روزش همینه ملت ایران، و همیشه قتل عام کردن، و این دفعه گستاخانه تر مردم دارن مقابله به مثل میکنن و بیشتر از این و پیشتر از اینا. اون موقع اینها قرار بود که بیان پرچم این چنگک از وسطش بردارن، اما به خاطر اینکه زود خوابید و مردم اکثریت خاموش، زود پریدن تو خونه هاشون رو ترسیدن و دیگه نیومدن بیرون، جمهوری اسلامی رو ول کرد. پس اگر فردا اومد پرچم رو حتی